مینا داره میاد پیشمون. مینای عزیزم بهت افتخار میکنی. لحظه آزادی برای خانواده چشم انتظار نگران پر از شادی است، اما این تصاویر تکان دهنده بود. مینا یعقوبی از معترضان زن زندگی آزادی، مربی یک باشگاه بدنسازی در عراق. خبر کشته شدن مهرشاد شهیدی، سرآشپز جوان، برایش تلخ و دردناک بود. مانند بسیاری دیگر از همشهریانش در تشییع جنازه او شرکت کرد. من توی باشگاه کار میکردم و مهرشاد توی کافی شاپی بود. خب اکثر اوقات من میرفتم اونجا بین کار کافی میخوردم و یه شناخت خب قبلی نسبت به مهرشاد داشتم. خیلی پسر مهربون و خیلی خوش برخورد و خلاصه که خاطرات خیلی خوبی داشتیم. خیلی دوستش داشتیم، نه تنها من، همه همکارام که حالا تو باشگاه بودم و مهرشاد رو میدیدن. میگوید جمعیت زیادی آنجا بودند و لحظه به لحظه ازدحام بیشتر میشد. در بالای سردر آرامگاه عکس رهبر جمهوری اسلامی را میبیند. فکر کنم اون لحظه میخواستم یه جوری خشمم رو خالی کنم. گفتم این باعث شده که مثلا مهرشاد مرده. من خیلی یادم اذیت بودم. تنها چیزی که به ذهنم رسید، من یادم خب سنگم اونجا نبود. رفتم از اون باغچه‌های اطراف یه چند تا از این حالت گلی جمع شده ها سنگ اینا رو برداشتم. اول رو ماشین نرفتم، اول اونجا که وایستادم سنگو زدم به اون عکسه که مسبب همه بدبختی ها بود، مسبب همه کشت و کشتار بود، اتفاقا بود. خشمم اینطوری خالی می شد. در نهایت انتشار این تصاویر برایش درد سرساز شد. رسانه های وابسته به حکومت گفتند قصد اهانت به گلزار شهدا را داشته. اصلا من همچین قصدی نداشتم. من خیلی به شهدا احترامم قائلم، ارزشم قائلم. من خودم مادر خودم، من خانواده شهیده. ماموران امنیتی چند روز بعد از مراسم تشییع مهرشاد شهیدی با خشونت تمام بازداشتش میکنند. منو تو سوار ماشین کردن، چشمم بستن به چشمم و دیگه نمیدونم منو کجا بردن. فقط بعد از 40 دقیقه رسیدم تا چشمم باز کردن، صندلی پشت بود و یه آقای عقبم بود. وایسا سوال جواب کردن، هر چی هم گفتم که بچه‌م نگران میشه. یادمه قشنگ اینو یادمه. گفتم دخترم تنهاست خونه، حداقل بذارید من زنگ بزنم. ببخشید. چون شب بود. گفتم ترانوم تنهاه. نه قبول نکردم. حتی نذاشتم من زنگ بزنم بچه خونه تنهاست، نترسه. بازجویی ها از همان روز اول شروع می شود. خانم یعقوبی می گوید هر روز بیش از 14 ساعت با چشم بند بازجویی می شده و هر روز تحت فشار بوده تا اعتراف کند. انقدر اذیتم کرده بودن، راضی بودم تو طرف میرم به خدا، به جون ترنم. انقدر اذیتم کرده بودن. چون هی می بردم و یه دختر مشکل روانی هم داشت. از قصد آورده بودن تو سلول انداخته بودن، دست و پاشو زنجیر کرده بودن. جوری شده بود اون روزای آخر من با اسمش سهیلا بود. من با سهیلا دوست شده بودم. از شکنجه های روحی که در دوران بازداشت متحمل شدین توضیح دادین. در زمان آزادی تصویری که از شما منتشر شد خیلی تکان دهنده بود و نشون میداد که به وضوح شما مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتید. آیا میتونید یک مقدار بیشتری در مورد اتفاقاتی که در زندان افتاد برای ما تعریف کنید؟ یادمه اون روز نمیترسیدم، خسته شده بودم. دقیقا یادم نمیاد چی پرسیدم، فقط حرفای خودم یادم میاد. دو سه بار اولش داد زدم، هی گفتن داد نزن بلند. بعد داد با اون میله رو فشار میدادم، گفتن داد نزن، بهت میگیم داد نزن. بعد من یادم فقط این چند تا جمله رو گفتم. گفتم مگه اون خمینی فلان فلان شده؟ دقیقاً حرفم نبود، فوش دادم که به ما میگفت. گفت خفه شو، یه دونه زد پشتم. گفتم من راست میگم، اون هر کاری کرده اون کرده. دوباره فوش دادم دیگه هیچی یادم نمیاد. فقط خب من رو صندلی بودم و اینکه خب چشم‌بندم داشتم. فقط یادم از روی بلندی وقتی که روی پای به خودم نزدن، به صندلی زدن، من از یه بلندی افتادم. به خانواده اطلاعات دقیقی نمیدهند. با پیگیری‌های زیاد نهایتاً آنها دخترشان را در بیمارستانی پیدا می‌کنند. از سوی دیگر اطلاع رسانی خانواده از وضعیت دخترشان باعث می‌شود که در نهایت او آزاد شود. حدود 2 ماه بعد از آزادی که بیشتر صرف درمان شده، حکم برایش صادر می‌شود. 11 سال زندان، 3 سال تبعید از شهر،
40 میلیون جریمه نقدی، 85 ضربه شلاق و 124 ساعت قبرشویی. به حدی فشارها زیاد می شود که در نهایت مینا و برادرش تصمیم به ترک ایران می گیرند. انگار هم خوشحال بودم که من تونستم مثلا موفق شدم مثلا برم. دست اینا دنبالم بودم، می خواستم من رو بکشن. خیلی اذیت شده بودم. از یه طرف هم خب نه دیگه. خیلی سخته. من خیلی سخت کشیدم. قصه مینا یعقوبی یکی از هزار است. سرنوشت مادر جوانی که یک شبه زندگیش زیر و رو شد. میشه فقط خودم نگات کنم. حالا در تبعید تنها امیدش دیدار دوباره دخترش است که بیش از یک سال است نتوانسته در آغوش بگیرد. مریم افشنگ، بی بی سی.